جک سالیفان گفته که یکی از اهداف سفرش به عربستان عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان هست. در هیاهوی تحرکات منطقه‌ای و مراودات اخیر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، چقدر ممکنه سفر مقامات آمریکایی به عربستان معادلات منطقه رو تغییر بده؟ خب میدونید در کوتاه مدت شاید بلافاصله ما نتیجه ای از این سفر خاص نبینیم، ولی اون چی که مسلم هست و بر اساس این اظهارات آقای سولیوان که در یک تینک تانک آمریکایی ایراد کرد و شما بهش اشاره کردید، به نظر میرسه که حتی نزدیکی مجدد عربستان به ایران هم بخشی از پروژه عمومیتر آمریکا در منطقه است و آمریکا مطلع بوده از این ماجرا و در این حال عربستان هم مایل هست که همزمان در همه عرصه‌ها تنش زدایی بکنه و به اصطلاح باز شدن فضای آسمان عربستان به هواپیماهای غیر نظامی اسرائیل قدمی بوده که در این رابطه قبلا برداشته شده و با توجه به وساطت‌هایی که آمریکا می‌کنه و آقای سولیوان هم به این سفرش اشاره کرده کاملا مشروط هست که به اصطلاح عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل قطعا در دستور کار همه طرف‌های اصلی این ماجرا آمریکا، اسرائیل و خود عربستان هم هست. آقای متین چقدر خوشبین هستین به اینکه این عادی سازی تا حدی حداقل صورت بگیره؟ من فکر میکنم در میان مدت حتما صورت خواهد گرفت، چون سیاستی که عربستان در این مدت پیشه کرده به نظر میرسه مبتنی هست بر یک توازن به اصطلاح وابستگی و نزدیکی به همه طرفهای اصلی که در منطقه نفوذ دارن یا حضور دارن. برای به اصطلاح بالانس ایران عربستان نیاز داره به کمک غرب و آمریکا و برای اینکه کلن به سیاست خارجی آمریکا وابسته نباشه نزدیکیش به چین رو پیشه کرده. یعنی در مجموع به نظر میرسه که همچین وضعیتی در چارچوب دیپلماتیک و سیاست خارجی که ولیعهد عربستان در نظر داره می گنجه. از این لحاظ من به طور محتاطانه خوشبین هستم که این امر رخ بده. آقای متین اجازه بدیم به فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم بپردازیم. جیک سالیوان، اگه صحبت های جیک سالیوان رو در مورد اینکه گفته که آمریکا اجازه نمیده که در واقع ایران هسته‌ای به وجود بیاد در کنار صحبت های اخیر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بذاریم که گفته بود تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای رو داره، چقدر محتمل هست که آمریکا در مسئله هسته‌ای ایران با یک دستور عمل جدید وارد عمل بشه و سرعت بده به رسیدگی به این فعالیت ها؟ میدونید بخش مهمی از پاسخ به این سوال واقعا برمیگرده که آمریکا و اسرائیل چه تعریفی از سلاح هسته‌ای دارن. ممکن است آمریکا مثلا حتی غنی‌سازی 89% رو هم زیر آستانه تحمل خودش تعریف بکنه، در حالی که برای اسرائیل ممکنه مثلا بالاتر از 60% هم در واقع مترادف هست با سلاح هسته‌ای یا نزدیک شدن خیلی زیاد به این مسئله. ما اطلاعاتی که موجود هست واقعا نمیگه به ما دقیقاً آستانه تحمل آمریکا در مورد برنامه هسته ایران دقیقاً چه است، یعنی چه چیزی رو معادل سلاح هسته تلقی میکنن. آیا فقط اورانیوم غنی شده رو تلقی میکنن در سطح 90% یا مثلا یک بمبی که وجود داره ولی امکان پرتابش وجود نداره این رو تحمل خواهند کرد؟ ما این رو نمیدونیم، ولی تعهد آمریکا به عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای چیزی بود که آقای سولیوان تاکید کرد و من فکر می‌کنم که این سیاست به اصطلاح کجدار و مریضی که به نظر میرسه آمریکا پیشه کرده رو باید در چارچوب استراتژی جهانی آمریکا که آقای سولیوان در همین نشست بیان کردن دید که در اون اشاره شد که این چند سالی که ما در پیش رو داریم به لحاظ اهمیت تاریخی معادل چند سالی است که بعد از جنگ جهانی دوم بود که به اصطلاح توازن قدرت در جهان بازارایی شد و یک نظم نوینی تعیین شد و آمریکا فکر میکنه که مسئله چین و روسیه در متن و مرکز این چند سال آینده قرار دارن و رویکردش هم به مسائلی مانند ایران مبتنی بر این هست و حتی میشد دید که شاید آمریکا در دراز مدت و حتی میان مدت مایل هست که یک ایران مهار شده به لحاظ اتمی رو در کنار چین نبینه و به نوعی غیر مستقیم در اون به اصطلاح ائتلاف جهانی که به اصطلاح علیه یا در رقابت با چین شکل میگیره تعریف بکنه. به این لحاظ هم هست که میخواد به اصطلاح گزینه نظامی رو آخرین
با گزینه قرار داده در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران. اما در این حال آقای سولیوان تاکید کرد که به آزادی عمل اسرائیل هم احترام میگذارند. حالا اینکه دقیقا در عمل این به چه چیزی منتهی خواهد شد باید دید، ولی قطعا ایشون اظهار نظری نکردن که مبنی بر این باشه که از به اصطلاح دست دادن یک جانبه اسرائیل به عملیات ممانعت خواهند کرد. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، خیلی متشکرم از